من یکی از اصلی ترین جاذبه های هر منطقه غذای اون منطقه است. با من همراه بشین تا با بعضی از غذاهای سنتی استان لرستان آشنا بشین. هممون کباب رو دوست داریم، اما کبابای لرستان رو میگن یه چیز دیگه است، چون طعم و مزه‌اش فرق داره. دشت های وسیع و سرسبز در جای جای استان لرستان از گذشته های دور فرصت ایدئالی برای پرورش دام و طیور فراهم کرده و به واسطه همین امر گوشت ماده اصلی خیلی از غذاهای مردم این استانه. دنده کباب که بازم در لرستان رسمه، اما اتیکار دنده نه به این حالت برش نه و بعد میدونه شما سیخم به این حالت. جگروز لوری مانیاد رست بکنه که مخصوص لرستان هم. یعنی در قدیمه ها کلن اینو کباب به اسم جگروز درست کرده ما در لرستان. جگر به این صورت میاریم، به این تیکه ها برش میم، میاریم یه حرارت بش میم که داخل وز پخته بود. وز چربی دور شکم گوشمنده. این وز به این صورت برش میم، بعد جگران هم به این اندازه به این حالت دور جگر پیشش میمو، بعد سیخ میکشیم. اینو کباب که جگربز دست میشه، یعنی کلیم فقط لرستان سر بود درست میکنم، به هیچ جای ایران ناریم. یعنی سرسو در لرستان یه رسمه که سرسو جگر وزن بیشتر موند. بدون شک چیزی که طعم و مزه کباب‌های لری رو منحصر به فرد می‌کنه، ادویه، سبزیجات و مواد غذایی که مخصوص این منطقه است و برای آماده سازی و طبخ غذا به گوشت اضافه میشه. در کنار اینها، روش خاص پخت این غذاها در طعم دلپذیر اونها تأثیر به سزایی داره. خیلی خوشمزه است. غیر از کباب لرستان غذای دیگه ای هم داره که مخصوص منطقه خودشه. با هم دیگه بریم با یکی دیگه از اونها آشنا بشیم. غذا سنتی لرستان خرم‌آباد، اسمش شامی کبابه. سه تا تخم مرغ میها، دو تا سیب زمینی میها، زجو و نمک اندازه کافی، ربع اناری ملاقه بزرگ، گردو چرخ کرده اندازه چهار نفر. فکر کنم شما هم با من موافق باشین بهترین راه برای چشیدن طعم واقعی غذای سنتی دستپخت یک مادر بزرگ با تجربه است. سبزی هم یک قاشق، همه سبزیه، این شبیت جعفری، گشنیز، مرزه، ترخون، تره، خود تخم مرغ محلیه، این هم زردچوبه، یه اندازه دو نفره. بعد از اینکه مواد رو به خوبی با هم مخلوط کردیم، اونها رو با دست به صورت گرد شکل میدیم و بعد شامی ها رو در روغن سرخ میکنیم. اینم پیازش تلایی که شد، گردون میریزم توش، یه قاشق آرد میریزم، آرد سبوسدار نه آرد سفید، دو قاشق هم گردو میرزه، آه میرزه تا جا بفته، جوش بدنه، چند تا جوش بدنه، یه ساعتی جوش بدنه تا جا بفته. آره یه قاشق هم روب نار میرزه تا خود جا بفته، تو شامیش بریزم جوش میرزنه، الان شامیش میرزم دنش. دو ساعت جوشه تا جا افته بکشم. غذانه هر دید خوبی؟ پرم سراخ شیرینی ها شیرینی رو بوره؟ رم. بعد از خوردن یک غذای دلچسب با میزبان مهربونمون همراه شدیم تا با یکی از شیرینی های لرستان هم آشنا بشیم.
دو مدل کاک داریم ما، یکی نباتیه یکی حیوانی. کاک حیوانی با روغن حیوانی و زعفرونه، کاک نباتیمون که آرد و شکر و روغنه. این مدل کاک ما از 300 سال پیش تا حالا داره پخته میشه، ولی خانواده خودمون از 100 سال که این کارو کلا قدیم هر کی کار می‌خواسته بعد می‌رفته آرد و شکر روغن می‌آورده، وقت توسط زنها هم درست می‌شده کار. من پدر بزرگم اولین کسی بوده که مغازه زده. نکته جالبی که در مورد این شیرینی‌ها وجود داره اینه که پخت این شیرینی‌ها خیلی ساده است و مواد اولیه اون همون موادیه که ممکنه تو هر آشپزخونه‌ای وجود داشته باشه.